سرخط خبرها. I have the mask right here and I carry it and I would. تغییر رویکرد ترامپ درباره شیوع کرونا، رئیس جمهوری آمریکا مردم را به ماسک زدن تشویق کرد. درخواست مقام‌های ایرانی از عراق برای پیگیری پرونده کشتن قاسم سلیمانی. آیت الله خامنه ای میگوید ایران ضربه متقابل را به آمریکایی ها خواهد زد. اختلاف برای تشکیل کابینه در افغانستان دو ماه پس از توافق. غنی میگوید بعضی از گزینه‌های عبدالله به دلیل عدم شایستگی رد شدند. و خرس‌های آسیایی در خطر انقراض. مدافعان حقوق حیوانات از رئیس جمهوری کره جنوبی کمک خواستند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه. در آمریکا رئیس جمهوری هشدار داده که وضعیت شیوع کرونا قبل از اینکه رو به بهبود بره بدتر خواهد شد. دونالد ترامپ که بعد از چند ماه برای اولین بار در یک کنفرانس خبری درباره بحران کرونا در آمریکا صحبت می‌کرد، با لحن و رویکردی متفاوت ظاهر شد. آقای ترامپ که پیشتر گفته بود تمایلی به ماسک زدن ندارد، از همه خواست ماسک بزنند و آن را عملی میهن پرستانه خواند. همزمان زدن ماسک در بعضی از مناطق استرالیا و هنگ کنگ هم الزامی شده. جزئیات بیشتر در گزارش باران عباسی. صدای پای کرونا در خیابان‌های خلوت آمریکا. کشوری با 4 میلیون مبتلای ثبت شده و شمار رو به افزایش جانباخته‌ها مخصوصاً در ایالت‌های جنوبی و غربی. و دولتی نگران از نتایج نظرسنجی هایی که میگوید مردم از نحوه مقابله با این ویروس مرگبار ناراضی‌اند. دونالد ترامپ برای اولین بار بعد از چند ماه درباره شیوع بیماری در آمریکا کنفرانسی خبری برگزار کرد با لحن و پیامی متفاوت از گذشته. متاسفانه وضعیت احتمالاً قبل از اینکه بهتر بشه بدتر خواهد شد. این چیزی نیست که من دوست داشته باشم بگم، اما شرایط اینطوریه. همه جای دنیا درگیره. و توصیه به ماسک زدن از سوی رئیس جمهوری که پیش از این علاقه‌ای به این کار نشان نداده و تنها یک بار با دهان و بینی پوشیده در مقابل دوربین ها ظاهر شده. من همراه هم ماسک دارم و با کمال میل ازش استفاده می کنم. هیچ مشکلی با ماسک ندارم. اگر میتونید هر وقتی که میتونید ماسک بزنید. همزمان در استرالیا اجباری شدن ماسک از امروز در ملبورن، دومین شهر پرجمعیت کشور در ایالت ویکتوریا که به وضعیت قرنطینه بازگشته، جایی که در موج دوم بیماری بیشترین سهم مبتلایان را داشته. در کل در شبانه روز گذشته بیش از 500 بیمار جدید در استرالیا شناسایی شده، بالاترین شمار موارد روزانه از زمان آغاز شیوع بیماری، وضعیتی که مقام‌های ایالت نیو ساوث ولز در همسایگی ویکتوریا را هم نگران کرده. این ایالت در بالاترین وضعیت هشدار قرار داره. چه در جایی زندگی می‌کنید که موردی از ابتلا درش دیده شده باشه یا نه، از همه می‌خوایم خیلی جدی به برنامه‌شون برای آخر هفته فکر کنن. از جمعیت دوری کنید و کاری نکنید که سلامت خودتون و دیگران رو به خطر بندازید. هنگ کنگ هم تازه ترین منطقه ایست که ماسک زدن در مکانهای سرپوشیده را اجباری کرده، جایی که اخیراً شاهد اعتراضهای گسترده ضد دولتی بوده. از مردم خواسته شده در خانه بمانند و مسافران از نقاطی مثل قزاقستان و آمریکا باید قرنطینه شوند. نشانی از وضعیت نگران کننده شیوع بیماری در آمریکا، نگرانی که در مرز این کشور با کانادا هم به چشم می‌خورد. از جمله بین مسافران این کشتی کانادایی با 700 نفر ظرفیت که برای حفظ فاصله اجتماعی تنها اجازه سوار کردن 6 مسافر را دارد. گردشگرانی که برای تماشای آبشار نیاگارا آمدند، اما دیدنی تر برایشان این کشتی آمریکایی است که تا نصف ظرفیت مسافر دارد. خوشحالم که تو کانادا زندگی میکنم. همین الان یه عکس برای دوستم فرستادم و بهش گفتم به این دوتا کشتی که نگاه کنی معلوم میشه چرا این بیماری در آمریکا اونقدر شیوع پیدا کرده اما نه در کانادا.
نشانه ای از تلاش دولت آمریکا برای بازگشت به زندگی عادی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی قبل از فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری. هدفی که شاید حالا حتی بیش از پیش دور از دسترس به نظر می رسد. در حالی که روز رأی‌گیری به سرعت نزدیک می شود. باران عباسی، بی بی سی. از همکارم هادی نیلی در واشنگتن پرسیدم چرا دونالد ترامپ نظرش رو درباره ماسک زدن تغییر داده و حالا مردم آمریکا رو تشویق به ماسک زدن میکنه. قبل از این وقتی که سازمان‌های بهداشت عمومی در آمریکا توصیه کردن به مردم که ماسک بزنن، دونالد ترامپ گفت خودش البته چنین توصیه‌ای رو رعایت نمی‌کنه، لازم نمی‌بینه که ماسک بزنه و اساساً هم به جز یک بار دیده نشد که در برنامه عمومی حاضر باشه و ماسک زده باشه. ولی همین که رئیس جمهور آمریکا توییت میکنه و عکس از چهره خودش با ماسک میزنه و همین که برنامه‌های خبریش، نشست‌های خبریش رو بعد از چندین هفته از سر میگیره، خود این باعث شده که افکار عمومی در واقع این ذهنیت براشون ایجاد بشه که موضوع دوباره جدی شده، کما اینکه در هفته‌های اخیر مقام‌های بهداشتی دیگر در آمریکا، مقام‌های ارشد، مرتب تذکر میدادن، ولی حالا شاید با این وضعیت بیشتر داره بحران، در واقع موج دوم بحران دیده میشه که این شیوع ویروس کرونا در آمریکا هم تعداد داره بالا میره و هم سطح گسترش. هادی نیلی بود همکارم از واشنگتن. اما چند خبر کوتاه. وزارت بهداشت ایران از مرگ 219 نفر و شناسایی نزدیک به 2600 مورد جدید ابتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته خبر داده. بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان در مجموع به بیش از 281,000 نفر و شمار قربانیان به 14,853 نفر رسیده. استان‌های مازندران، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایلام در وضعیت قرمز قرار دارند. دادستانی تهران از انتقال جسد غلامرضا منصوری، قاضی سابق، از رومانی به ایران خبر داده. جنازه آقای منصوری که از متهمان پرونده فساد در قوه قضاییه بود، چند هفته قبل در هتلی در رومانی پیدا شد. در گزارش پزشکی قانونی آمده با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری مشخص شده که او از مکان بلندی سقوط کرده. گفته شده علت اصلی مرگ او پس از نتیجه آزمایش اعلام خواهد شد. رئیس جمهوری ایران در جلسه امروز هیئت دولت مبلغ وام ودیعه مستأجران را اعلام کرد. حسن روحانی گفته 50 میلیون تومان وام برای تهران، 30 میلیون برای شهرهای بزرگ و 15 میلیون برای شهرهای کوچک در نظر گرفته شده. به گفته آقای روحانی سود این وام 13% است که به کارمندان، کارگران و خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی داده می‌شود. سومین دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از مدیران سابق بانک مرکزی ایران برگزار شد. محسن صالحی، مدیر سابق مبادلات ارزی و رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل بانک مرکزی متهم هستند که در ازای دریافت رشوه تسهیلات ارزی غیرقانونی ارائه می‌کردند. این متهمان اتهامات خود را رد می‌کنند. همزمان با برگزاری دادگاه، تصویر کیفی پر از سکه طلا و ارز که متعلق بود به این دو مدیر سابق بانک مرکزی در رسانه‌های ایران خبرساز شده. دادستانی میگوید 400 سکه کشف شده از 400 سکه کشف شده از خانه مدیران سابق بانک مرکزی دارای بسته‌بندی صرافی پسر عموی امید اسدبیگی، مدیر عامل کارخانه نیشکر هفت تپه است. رئیس مجلس ایران در دیدار با نخست وزیر عراق در تهران از او خواست پرونده ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران رو که در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد، پیگیری کنه. محمد باقر قالیباف گفت منطقه با وجود نیروهای بیگانه به ثبات نمیرسه. مصطفی کاظمی هم گفت ایران و عراق باید به عدم دخالت در امور داخلی کشورهای یکدیگر احترام بگذارند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، هم دیروز در دیدار با آقای کاظمی تاکید کرد ایران کشته شدن قاسم سلیمانی رو فراموش نمی‌کنه و به آمریکایی‌ها ضربه متقابل خواهد زد. از علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، پرسیدم با اینکه ایران پیشتر گفته بود با پرتاب موشک به پایگاه نظامی آمریکا در عراق انتقام سختی گرفته، چرا آقای خامنه ای هنوز راضی نیست؟ حمله‌ای که به پایگاه الاسد شد عملاً حمله بیهوده ای بود تا حدودی، چون تلفات عجیب غریب نداشت، خطرات عجیب غریبی نداشت. بنابراین اون پاسخی که قرار بود انتقام خون سلیمانی رو بگیره پاسخ نبود و به همین علت آقای
خامنه‌ای رو اینو تکرار کرده، ولی اینو در برابر آقای کاظمی نخست وزیر عراق تکرار کرده و این نشون میده که مسافرت آقای کاظمی به تهران در حقیقت نشان داد که چقدر مواضع ایران و عراق یا لااقل دولت‌های ایران و عراق و یا رهبران ایران و عراق از هم جدا هست. لااقل میشه در دو تا کلمه اینو بیان کرد. آقای الکاظمی همش صحبت از توازن میکرد، آقای خامنه‌ای، آقای شمخانی و رئیس مجلس ایران آقای قالیباف اینا همه از تقابل صحبت میکردن. بنابراین این شکافی که ایجاد شده بیشتر نمایان شد و بقیده من برای خود کاظمی هم نخست وزیر عراق روشن شد که ایران هنوز در پی ادامه سیاست‌های تاکنونیش هست در ایران. و آقای کاظمی چه میتونه بکنه حالا؟ آقای کاظمی خیلی کارها کرده تا به حال، یعنی در پی این هست که هشت و شبیه رو تا حدودی کنترل بکنه و کرده هم. آقای فائز که در حقیقت رئیس هشت و شبیه بود و مشاور دولت بود به کنار گذاشته شده، دوتا از افسران بسیار مهم عراق و وهاب زاهدی و الاسدی رو که اینها هشت و شبیه بسیار باشون بد بود، اینها رو گذاشته در پست های کلیدی امنیتی، مرزهای عراق با ایران رو در حال کنترل انجام داده و مهمتر از همه این است که داره سعی میکنه حلقه های وابستگی اقتصادیش رو به ایران کمتر بکنه. همطور که میدونید عراق نصف برقش رو از ایران میگیره و الان الکاظمی در پی این هست و هیئت بلندپایه‌ای به عربستان فرستاده که این سعی بکنه برق رو از عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس تامین بکنه، اونها هم آمادگی خودشون نشون دادن. بنابراین آقای الکاظمی در پی این هست که هر چه می شود نفوذ ایران رو در عراق کمتر کنه و صراحتاً هم گفته که آمریکایی‌ها میمانند در عراق و به آمریکایی‌ها هم اجازه داده که در سفارت خودشون موشک پاتریوت، سامانه ضد هوایی پاتریوت مستقر کنند. اینها نشانه این هست که آقای کاظمی اصولاً راه دیگری رو میره تا آقای خامنه‌ای، اونجوری که آقای خامنه‌ای میخواد یا آقای روحانی. علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. با هم نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دونالد ترامپ رویکردش درباره کرونا را تغییر داد. رئیس جمهوری آمریکا مردم را به ماسک زدن تشویق کرد. مقام‌های ایرانی از نخست وزیر عراق خواستند پرونده کشتن قاسم سلیمانی را پیگیری کند. آیت الله خامنه‌ای میگوید ایران ضربه متقابل را به آمریکایی‌ها خواهد زد. در ادامه این برنامه، دست و پنجه نرم کردن خرس‌های آسیایی با خطر انقراض. مدافعان حقوق حیوانات از رئیس جمهوری کره جنوبی کمک خواستند. با گذشت بیش از دو ماه از امضای توافقنامه سیاسی بین عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی، اختلافات بر سر تشکیل کابینه و تقسیم قدرت هنوز ادامه دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید بعضی از چهره‌هایی که عبدالله عبدالله برای عضویت در کابینه معرفی کرده بود به دلیل عدم شایستگی رد شدند. اما دفتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، تاکید کرده که همه این افراد شایسته هستند. بر اساس توافقنامه سیاسی سهم هر دو طرف در تشکیل کابینه 50-50 است. برای بحث بیشتر در این مورد ذاکر حسین ارشاد، کارشناس روابط بین‌الملل از کابل به ما پیوسته. آقای ارشاد، شما ریشه مشکلی رو که الان به وجود آمده در چی می‌بینید و آیا راه حلی فکر می‌کنید دو طرف بتونن بهش برسن؟ من فکر می‌کنم ریشه‌ای اختلافی که فعلا در جریان هست مبنی بر تعیین کابینه برمیگرده به فصل یا موسم انتخابات. هنوز که هنوز است، تعارض و منازعات انتخاباتی در شرایط فعلی هم جریان داره. دقیقاً تعیین نسبت ها با همون منطق با همدیگر مشخص میشه و به میل حاس هست که ما هنوز که هنوز از شاهد نوع بنبست برای معرفی افراد را شاهد هستیم و این یک معضل است که میتونه فرصت های جانبی معطوف به صلح را هم از افغانستان بگیره. این همون چیزی است که آقای غنی هم پیشتر گفته بود که این دولت شراکتی عملا کارش پیش نمیره. دقیقاً، متاسفانه در افغانستان از یک جهت میشه گفت که نوع بالانس میان جناح های رقیب وجود داره در حوزه قدرت و اقتدار.
و یک هژمونی از جانب از یک جانب وجود نداره. نتیجتاً هم دیگر به توافق اونچنانی که باید برسن نمیرسن، نه با اقتدار لازم و نه هم با یک رویه و منطقی که بتانه به عنوان یک رویه رای حل باشه برای شکافتن یا پیدا کردن یک رای حل برای فائق آمدن بر این بنبست ها. هنوز که هنوز از طرف ها با ادعاهای خاص خودشان و تعقیب اهداف تیکت انتخاباتیشان تلاش میکنن که به بحث معرفی کابینه بپردازن و اینکه معیارهایی برای این کار آیا وجود داره نداره، ممکنه در هر دو بخش و در هر دو آدرس این مسئله حداقل به حاشیه کشانده شد. و افکار عمومی شرایط رو چگونه میبینن؟ به خصوص که نبود یک دولت قوی در حال حاضر شرایط مسلماً برای مردم هم سخت کرده. متاسفانه در افغانستان و مناسبات سیاسی افغانستان افکار عمومی از کار کرده لازم افتاده. دیگه افکار عمومی محاکمه‌گری رفتار بازیگران سیاسی به شمار نمی آید و بازیگران سیاسی هم به می نسبت خیلی توجه به افکار عمومی نداشته و ندارن. اگر احیانا افکار عمومی می تانیست تحولات سیاسی و تصمیم گیرندگان سیاسی را جهت بده، وضعیت افغانستان به اینجایی که فعلا رسیده نمی رسید. ممنونم از شما ذاکر حسین ارشاد، کارشناس روابط بین‌الملل از کابل. وزارت خارجه آمریکا به سفارت چین دستور داده تا سفارتش در شهر هیوستن ایالت تگزاس رو تعطیل کنه. ایالات متحده گفته این تصمیم به منظور حفاظت از حق مالکیت معنوی و اطلاعات خصوصی آمریکایی‌ها اتخاذ شده، اما سفارت چین آن را توهین‌آمیز و ناموجه خوانده. تصمیم به تعطیلی کنسولگری چین پس از آن اتخاذ شد که فیلمی از افراد ناشناس در حال سوزاندن اسناد در حیات کنسولگری گرفته شد. گزارش آتش گرفتن این اسناد باعث شد ماموران آتش نشانی به محل اعزام شوند. دیشب اعتراض هزاران نفر به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر بیت المقدس به خشونت کشیده شد. معترضان میگویند روش‌های آقای نتانیاهو در برخورد با شیوع کرونا موفق نبوده، ضمن اینکه او به فساد هم متهمه و باید از قدرت کناره گیری کنه. اعتراض‌های محدودتر امروز صبح هم در مسیر منتهی به کنست یا پارلمان اسرائیل برگزار شد. کیوان حسینی گزارش میده. خیابان‌های منتهی به محل سکونت نخست وزیر اسرائیل در شهر بیت المقدس سه‌شنبه شب. ما صورتمون رو با دستمال گلدار صورتی پوشوندیم که بگیم اعتراضمون صلح‌آمیزه. ما فقط اینجا نشستیم. ما تغییر می‌خوایم. ما دیکتاتور نمی‌خوایم. ما فقط می‌خوایم به شکل مسالمت‌آمیز بشینیم تا شاهد تغییر باشیم. برخورد با تظاهرات مخالفان از حدود یک بامداد آغاز شد. پلیس اسرائیل می‌گوید 34 تن از معترضان دستگیر شدند. این ساعاتی پیشتر از همان تظاهرات است که مخالفان به شکل مسالمت‌آمیز جمع شدند و علیه بنیامین نتانیاهو شعار می‌دهند. نخست وزیری که برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل همزمان با حضور در قدرت به اتهام فساد سیاسی در حال محاکمه است و حالا نارضایتی از عملکردش در مهار کرونا تنش سیاسی اسرائیل را این چنین به خیابان کشیده. ما با یه همه‌گیری روبرو هستیم که من ردش نمی‌کنم. هیچ کدوم ما تکذیبش نمی‌کنیم. مشکل ما اینه که ما یه دولت ناکارآمد با یه نخست وزیر دروغگوی فریبکار داریم و نمی‌تونیم این وضعیت رو بپذیریم. این لحظه ایست که مخالفان نتانیاهو یا بیبی امیدوار بودند عمر سیاسی او را به پایان ببرد، اما حتی آغاز محاکمه او نیز موجب نشد تا بنیامین نتانیاهو قافیه را به رقیب ببازد. به این مرد، بنی گانس، که به عنوان رهبر اتحاد آبی و سفید در چرخشی ناگهانی با بنیامین نتانیاهو وارد ائتلاف شد و علاوه بر پست نخست وزیر جایگزین، وزارت دفاع را نیز به دست آورد و تعدادی از همحزبی‌هایش را با خود وارد کابینه کرد. یکی از مهمترین متحدین بنی گانس از اتحاد آبی و سفید یک نظامیه سابق است به نام گبی اشکنازی که پست مهم وزارت خارجه را به دست آورد و روز سه‌شنبه ساعاتی قبل از به خشونت کشیده شدن تظاهرات مخالفان گفت که وزارت بهداشت در مهار کرونا موفق نبوده و کار را باید به ارتش بسپارد.
وزارت بهداشت در دست حزب لیکود است و عملاً این اظهار نظر در زمینه رقابت‌های سیاسی نشانه است از تنش درون کابینه. بر اساس توافق فعلی نتانیاهو تا نوامبر سال 2021 نخست وزیر خواهد بود و بعد باید جایش را به بنی گانتس بدهد. اما ظاهراً مخالفان بی‌بی تحمل صبر این 15 ماه را ندارند. کیوان حسینی، BBC. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما هست. آقای جاودانفر، فکر می‌کنم حدود دو ماه پیش که با هم صحبت می‌کردیم شما گفتین که چقدر دولت اسرائیل داره خوب عمل می‌کنه در زمینه کرونا و همه چیز رو کنترل کرده، اما الان به ناگهان همه چیز تغییر کرده و شرایط بدتر شده و سخت‌تر شده. چقدر عملاً این اعتراض‌ها فکر می‌کنید جنبه سیاسی داشته باشه و چقدر از اون واقعاً ناشی از برخورد دولت است در کنترل شرایط شیوع کرونا؟ عرض سلام و شلوم خدمت شما و بینندگان. ببینید، یه قسمتی از اعتراضات بدون شک بر اساس دیدگاه‌های سیاسی هستش. کسانی هستند که در اسرائیل که اعتقادش این هستش که در تاریخ اسرائیل ما هیچ وقت نخست وزیر رو نداشتیم که سه پرونده داشته باشه و بحثی در دادگاه حضور داشته باشه و بحثی و اتهامات علیه او هستش و اتهامات فساد. پس کسانی هستن که این اعتراضات و به این تظاهرات میرن برای که دیدگاه سیاسی دارن، ولی یک گروه دیگر در اسرائیل هم که به این تظاهرات پیوستن اخیراً دیدگاهشون به سیاست نیست. دیدگاهش این هستش که دولت عمومی اسرائیل که شامل شال آقای نتانیاهو رهبرش هستش، ولی آقای گنس هم یکی از شرکای ائتلافی این دولت هستش، ناکارآمد بوده. یعنی تصمیم‌های ضد و نقیض، یه روز میگن که رستوران‌ها رو بسی ببندیم به خاطر کرونا، یه روز دیگه بعد فرداش میگن که نه بازه. مردم واقعا بی تکلیفی نمیدونن که دولت چه کار میخواد بکنه و یعنی امیدشون رو از دست دادن از این نظر که مطمئن نیستن که واقعا آیا کسی هستش که این بحران کرونا رو مدیریت میکنه یا نه. پس این دیدگاه هم وجود داره که کسانی هستن که مخالف هستن با شیوه مدیریت یا سوء مدیریت دولت کنونی اسرائیل. بخش بزرگیش هم ناشی از همین دولت ائتلافی هست دیگه. ببینید، وقتی که من که با شما صحبت کردم قبل از اینکه مثلا وقتی کرونا شروع شد، هنوز فکر نکنم آقای دولت آقای نتانیاهو شروع شده بود تا اون وقت. اون وقت اسرائیل حدود 16 تا وزیر داشت، الان ما 32 تا وزیر داریم و اصلا معلوم نیست این کشور چه خبره. این 32 نفر که واقعا یه رکورد شکنی هستش در این کشور. در حال حاضر بیکاری الان در رکورد هستش، یعنی تعداد بی‌نظیر بالا هستش و الان می‌بینید که دولت سیاستمدارای اسرائیلی میان مثل نقل بین خودشون وزرای وزارت‌های مختلفی رو پخش می‌کنن که هر کدومشون براش بعد ما کسایی که مالیات می‌دیم بادیگارد، بعضی پول بادیگاردشو بدیم، پول چه میدونم دفترشو بدیم، پول ماشین آودی خصوصی ضد گلوله‌شون رو بدیم. پس این دیدگاه هم در اسرائیل واقعا وجود داره که به خاطر اینکه دولت بزرگتر شده، تقسیم مسئولیت و تقسیم میشه گفت تکلیف بین این دولت الان واقعا هر جمعش به وجود اومده و الان کسی نیست که تا الان کسی نبوده که بتونیم مسئله رو مدیریت بکنه. ولی الان آقای پروفسور گابی باربوش که ایشون رئیس یکی از بیمارستان بزرگ اسرائیل سوروکا هستن، ایشون الان شدن رئیس ستاد مقابله با کرونا و الان واقعا این امید در اسرائیل به وجود آمده که شخصیت غیر سیاسی الان دولت آقای نتانیاهو و آقای گنس اونا تعیین کرده که واقعا مسائل کشور رو و تکلیف‌های مختلف رو برای روبرو شدن با کرونا رو اونها ترتیب بده و واقعا این وجود در اصل این امید وجود داره که ما در یک وارد یک مرحله جدیدی و مثبت‌تری شدیم برای مدیریت وظایف دولت و مردم علیه بحران کرونا. ممنونم از شما مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل. گروه های مدافع حقوق حیوانات در کره جنوبی از رئیس جمهوری این کشور برای نجات جان صدها خرس آسیایی در بند درخواست کمک کردند. بیش از 400 قلاده خرس در مزارع این کشور نگهداری میشن.
کره جنوبی یکی از معدود کشورهاییه که کشتن خرس برای استفاده از صفرای اون قانونیه. در چین هم کشتن خرس برای مصارف پزشکی مجازه. تقاضای بیش از اندازه برای صفرای این خرس‌ها باعث شده اونها در معرض انقراض قرار بگیرن. گزارش لورا بیکر از سئول رو ببینیم با این توضیح که بعضی از تصاویر این گزارش ممکنه برای برخی ناراحت کننده باشه. افسرده و بیقرار از این ور به آن ور می رود. همه زندگیش پشت این میله های زنگ زده خلاصه شده. بیش از 120 قلاده خرس در قفس های تنگ و کثیف این مزرعه زندگی می کنند. بعضی ها قطع عضو شدند و تعدادی موهایشان ریخته. همه در انتظار مرگند. من این مزرعه رو برای فروش صفرای خرس ها را انداختم. صفرا قبلا فروش خوبی داشت اما الان هیچ خریداری نداره. این تصاویر ناراحت کننده نشان می‌دهد که این خرس برای صفرایش کشته شده. در کره جنوبی این کار در صورتی که خرس بالای 10 سال داشته باشد قانونی است. مایع صفرای این خرس مصارف متعددی دارد، از درمان خماری تا بیماری‌های قلبی. اما تقاضا برای صفرا به شدت کاهش داشته و مزرعه‌داران توانایی خرید غذا برای خرس‌ها را ندارند. خوراک این خرس‌ها تهمانده‌های دونات است. این مزرعه بیشترین تعداد خرس در کره جنوبی رو داره. ما تصور میکردیم که در وضعیت بدی باشه ولی الان میبینیم که بدتر از اون چیزی که فکر میکردیم. گروه های حمایت از حیوانات دولت را برای اختصاص دادن پناهگاهی برای بیش از 400 قلاده از این حیوانات فراموش شده تحت فشار گذاشتند و خواستار بستن این مزارع هستند. باید این فرهنگ نادرست پرورش خرس در مزارع را برای همیشه متوقف کنیم، مخصوصا الان در دوران کرونا که ما باید کاری بکنیم که حیوانات و انسان ها از هم فاصله بگیرند. بوی مدفوع خرس‌ها که زیر قفس‌های این خرس‌ها جمع شده واقعاً غیر قابل تحمله. به ما گفته شده که بعضی وقت‌ها این خرس‌ها با هم دعوا می‌کنند، همدیگر رو زخمی می‌کنند و معمولاً رها می‌شن تا بمیرن. خرس‌ها نباید کنار هم در یک قفس باشن و نگهداری بشن و حیواناتی منزوی هستن. یک خرس آسیایی سالم و خوشحال این شکلی است. چیرو خرس 2 ساله‌ای در کوه‌های پارک ملی جریسان. زمانی آنقدر تقاضا برای صفرای خرس آسیایی زیاد بود که این خرس‌ها تا مرز انقراض کشته و اسیر شدند. اما حالا ده‌ها قلاده از آنها به طبیعت بازگردانده شدند. این مادر و توله‌هایش هم که تصاویر آنها را یک دوربین مخفی ثبت کرده جزء آنها هستند. امکان بازگرداندن بیش از 400 قلاده خرس اسیر به طبیعت در این کشور وجود ندارد، اما حامیان حقوق حیوانات تلاش می‌کنند برای بعضی از آنها شرایط راحت‌تری فراهم کنند با این امید که شاید روزی آنها آزادی بیشتری داشته باشند. لورا بیکر، BBC نیوز، جریسان نشنال پارک. ممنون از همراهیتون.